سرخط خبرها و مهمترین ها. روسیه خواهان نابودی کامل تروریسم در افغانستان شد. افغانستان محور گفتگوی رئیس جمهور ازبکستان با معاون وزیر خارجه امریکا. وزیر تحصیلات طالبان از دانش آموختگان 20 سال گذشته نمیتوان توقع داشت. از بین بردن داعشیان در نزدیک سفارت روسیه در کابل و همچنان در پایان پیام فرمانده علی پور به احمد مسعود و جبهه مقاومت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیو کانال جنرال انفو خوش آمدید. لطفاً تا آخر ویدیو با ما باشید. وزارت خارجه روسیه خواستار ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان شده است. به گزارش اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه حمله تروریستی داعش در دروازه دخولی مسجد در کابل را محکوم کرد و خواستار ادامه تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان شد. ماریا زاخورو و نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه گفته است: ما حمله تروریستی تاریخی 3 اکتبر داعش در مسجد واقع در مرکز پایتخت افغانستان را محکوم میکنیم که بر اساس اطلاعات اولیه در نتیجه این حمله تروریستی 19 غیر نظامی کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. وزارت امور خارجه ضمن تسلیت به خانواده ها و دوستان قربانیان آرزوی بهبودی سریع برای قربانیان حمله تروریستی کردند. نماینده وزارت خارجه روسیه افزود: ما به تداوم تلاش ها برای از بین بردن تروریسم در افغانستان توجه میکنیم. افغانستان محور گفتگوی رئیس جمهور ازبکستان با معاون وزیر خارجه امریکا. رئیس جمهور ازبکستان با معاون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کرد. به نقل از منابع رسانه‌ای امریکا، شوکت میرزیایوف رئیس ازبکستان با ویندی شرمن معاون وزارت خارجه امریکا در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز گذشته 12 میزان در خبرنامه گفته که خانم شرمن با شوکت میرزیایوف روی آینده افغانستان گفتگو کرده است. در خبرنامه آمده است که معاون وزارت خارجه امریکا از همکاری ازبکستان در مسائل افغانستان با ایالات متحده سپاسگزاری کرده و خواهان پیشرفت‌ها در ازبکستان در عرصه‌های اقتصادی، دموکراسی و اصلاحات حقوق بشری شدند. وزیر تحصیلات طالبان از دانش آموختگان 20 سال گذشته نمیتوان توقع داشت. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان به تازگی در دیدار با هیئت رهبری دانشگاه تعلیم و تربیت و اساتید این دانشگاه گفت: از کسانی که در 20 سال گذشته از مدارس فارغ شدند هیچ توقعی نمی رود. مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان می گوید که از دانش آموختگان 20 سال گذشته نمی توان انتظار داشت. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در دیدار با برخی از اساتید دانشگاه گفته است که ما باید برای یک اساس بهتر کار کنیم. نسل آینده ما را با ارزش‌های آشنایی کنیم که به درد ما می خورد. پیش از این مولوی حقانی در مراسم معرفیش به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی گفته بود سندهای لیسانس و دکترا در افغانستان ارزش ندارد و باید کارمندان و دانش آموختگان دینی باشند. اظهارات اخیر وی با واکنش‌های زیاد در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. بسیار از کاربران این اظهارات را به معنای رد آموزش‌های عصری خواندند. از بین بردن داعشیان در نزدیک سفارت روسیه در کابل. یک منبع میگوید که یک گروه 5 نفری گروه تروریستی داعش در نزدیکی سفارت روسیه در کابل از بین برده شده است. جنگجویان گروه طالبان با همکاری روسها در کابل یک گروه 5 نفری از جنگجویان گروه تروریستی داعش را از بین بردند. با گفته این منبع تیراندازی در چند صد متری سفارت روسیه رخ داده است. وای افزود که یک گروه 5 نفری از جنگجویان داعش از بین برده شد. بر پایه این گزارش صدای تیراندازی از ساختمان سفارت شنیده شد. احتمالاً آتش از مسلسل و شلیک بوده است.
یادآوری میکنیم که پیش از این گروه طالبان گفته بود که یک گروه از داعشیان را در نایه 17 کابل از بین بردن. پیام فرمانده علیپور به احمد مسعود و جبهه مقاومت. فرمانده علیپور: برای یک زندگی پرغرور باید مبارزه کرد، خون داد و تلاش کرد. آزاد نشد ملت که خون نداد. رویدادهای مهم جهان: استقرار نیروهای چین در بگرام، پکن رد کرد. سفیر چین در افغانستان شایعات مربوط به استقرار نیروهای نظامی چین در پایگاه هوایی بگرام را رد کرد. وانگ یو سفیر چین در افغانستان در پیام تویتری نوشت: کسانی که شایعات مبنی بر حضور نیروهای چینی در پایگاه هوایی بگرام را ساختند، اهداف مخفی خود را دارند. این در حال است که بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان دیروز یک شنبه گفت نه هواپیمایی از چین وارد فرودگاه بگرام شده و نه نیروهای نظامی چین در این پایگاه مستقر شدند. بر اساس این گزارش، روز شنبه چراغ‌های پایگاه بگرام در ولایت پروان افغانستان پس از 3 ماه دوباره روشن شد و شایعات زیاد مبنی بر واگذاری این پایگاه به چین منتشر گردید. منابع روزنامه‌ای گفتند طالبان فاقد تخصص در زمینه حفظ پایگاه و پروازهای نظامی است و پروازهای اخیر نظامی در این فرودگاه متعلق به چین است. پایگاه نظامی بگرام بزرگترین پایگاه نیروهای تروریست آمریکایی در افغانستان بود و در 2 دهه گذشته نظامیان در آن استقرار می‌شد. نیروهای آمریکایی 2 جولای سال جاری پایگاه اصلی خود در فرودگاه بگرام بدون اطلاع نیروهای دولتی افغانستان شبانه آنجا را تخلیه کردند و چند هفته بعد طالبان با تصرف پیاپی ولایت‌های افغانستان وارد کابل شدند. گفتنی است روابط چین با گروه طالبان بسیار نزدیک است. در روزهای گذشته چین از جمله کشورهای کمک کننده به دولت جدید طالبان بوده است. سفارت چین در کابل از معدود سفارت‌هایی است که هنوز هم در کابل با حضور سفیر چین فعالیت دارد، اما چین هم تا هنوز دولت جدید تأسیس طالبان را به رسمیت نشناخته است. فیسبوک دلیل خرابی سرویس‌ها را نام برد. رئیس سرویس تکنیکی فیسبوک در مورد مشکلات شبکه گفت که تیم در حال رفع مشکلات بود. با گزارش اسپوتنیک، مایک شوروفر، مدیر تکنیکی فیسبوک، مشکلات شبکه را علت قطع شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده است. دوستان عزیز، از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهایمان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.